سلام، من بارن فوتوی هستم، 19 سالمه، از تهران میام. الان 8 ساله که ترکیه زندگی میکنم. زمانی که من متولد شدم پدر مادرم مسلمون بودن، اما تنها به اسم، به خاطر شرایط کشوری که توش زندگی میکردیم. ای بابا، مسلمون مسلمون نبودم، چجوری میتونم بگم؟ وقتی که من 6 یا 5 سالم بود، یادم میاد که رفته بودیم خونه مادر بزرگم و پدرم چند تا کیسه پر خرید کرده بود. اینا رو بردیم خونه و مادر بزرگ من، مادر پدرم یعنی، یک مقدار سرش نق زد. گفتش که چرا این همه خرید میکنی پسر؟ چرا اینقدر ولخرجی، پرخرجی؟ یه ذره نگه دار برای خودت، ذخیره کن، چرا اینقدر خرج میکنی؟ و اون موقع قبل از اینکه پدرم جوابشو بده، ما توی خونمون همیشه پدرم فیلم مسیح رو، یعنی معمولا گهگاهی میذاشت و میدیدیم، خیلی معمولی مثل فیلمای دیگه، و من اونطوری هم مسیح رو میشناختم. این جمله رو از توی اون فیلم یاد گرفته بودم که همونجا به مادر بزرگم گفتم. گفتم که مامان بزرگ، کلاغا رو میبینی؟ هیچ وقت بر خودشون ذخیره نمیکنن، چون خدا روزی اونا رو میرسونه، هیچ وقت نگران فرداشون نیستن. حرفی که مسیح توی فیلمش زده بود. پس چرا ما باید نگران باشیم، نگران روزی فردامون باشیم؟ خدا میرسونه. و این از همون بچگی تو ذهن من مونده بود. قبل از ایمانم به مسیح، من تو خانواده‌ای بزرگ شدم که هیچ وقت من رو به یک مسیری زور نکردن که حتما باید مسلمان باشی یا مسیحی باشی یا هر دین دیگه‌ای. به من گفتن که راه تو خودت میتونی انتخاب کنی، ولی خب خدا رو به من نشون دادن، محبت خدا رو برای من از کارهایی که خدا در زندگیمون انجام میده و کارهایی که ما باید برای اون انجام بدیم، مثل کمک کردن به دیگران، محبت کردن، بخشیدن، و تماما به من انسانیت رو یاد دادن، نه دین رو، و من اینطوری بزرگ شدم. برای همین ایمان آوردن و مسیحیت هم برای من کار سختی نبود، چون مسیحیت هم از همین چیزها تشکیل میشه. سرچ کردم، گشتم، مثل خودشون که کتاب‌های زیادی خوندن، جاهای مختلف رفتن و دنبال خدای واقعی بودن، دنبال اون راه درست بودن، میخواستن که من هم همونطور بدون هیچ اجباری از طرف اونا این راه رو انتخاب کنم. اولین بار وقتی که 12 سالم بود، ما خیلی جالبه، فقط برای مسافرت تفریحی اومده بودیم استانبول، و در راه یک پسر جوانی، تا جایی که یادمه، اومد به ما بشارت داد و از همون دعوت کرد تا به کلیسای استانبول بریم. خب اون موقع من هیچ آگاهی نداشتم از اینکه حتی یک کلیسا به چه صورته، فقط تو فیلم‌ها دیده بودم. وقتی که وارد کلیسا شدیم، اولین چیزی که منو مجذوب خودش کرد پرستش بود، چون من خودم هم یه ویولونیست هستم و پدرم هم یه استاد موسیقیه. پس اولین چیزی که روی من تأثیر گذاشت پرستش اون کلیسا بود، و فکر میکنم همون پرستش باعث شد من قلبم رو به مسیح بدم. بعد از ایمان به مسیح، انگار تازه اون راهی که همیشه دنبالش بودم، وقتی که از من میپرسن که دینت چیه، دلم نمیخواست بگم مسلمون، ولی نمیدونستم چه جوابی بدم. انگاری که من با آشنایی با مسیحیت تونستم هم خود واقعیمو پیدا کنم، هم خدای واقعیمو. چون درست که خدایی رو میپرستیدم، ولی اون موقع من بیشتر یکتا پرست بودم تا یک مسلمون یا مسیحی. ولی الان بالاخره تونستم بفهمم که تمام اون مدت این راهی بوده که برای من آماده میشده تا من واردش بشم. یکی از خاطرات اون زمانی بود که توی یکی از کلیساها یک کنفرانس برگزار شده بود، و توی اون کنفرانس دو کشیش عزیز از یک جای دور اومده بودن، و ما بین صحبتاشون و اون موعظه‌ای که داشتن، یک شعری به من الهام شد، یک متن پرستشی که هم خیلی مربوط به همون صحبتایی بود که اون واعظان داشتن.
و من وقتی که رسیدم خونه خیلی با ذوق و هیجان سریع اونا رو یادداشت کردم تا فراموش نکردم و تونستم یه سرود پرستشی ازش بسازم و روز بعدش همون سرود رو برای اون دو کشیش خوندم و هم برای اونا خیلی چیز با ارزشی بود و هم من خیلی از این کار خوشحال شدم، از این استعدادی که خدا درون من قرار داده تا بتونم در راه اون استفاده کنم و حتی الان در سرود در ببخشید در گروه پرستش کلیسا هم ویالون می نوازم هم سرود می خونم و خیلی خوشحالم که خدا داره از من استفاده میکنه تا شاید بتونم قلب خیلی ها رو با این سرودها برای عیسی مسیح لمس کنم. این فیضیه که من از مسیحیت و خداوند گرفتم.